نسل جدید اینتل یعنی ارولیک بالاخره معرفی شد و برای اولین بار اینتل حرف از چیزایی زد که قبلا نزده بود. زیاد نشدن پرفورمنس گیمینگ، پاور افیشینسی، دمای کمتر. واقعا چند سال بود که اصلا اینتل به این چیزا فکر نمی‌کرد. ولی خب مثل اینکه اینتل امسال دیگه توبه کرده و برای اولین بار داره حرف از مصرف کمتر و دمای کمتر و اینجور سوسول بازی‌ها می‌زنه که خب خیلی خوبه. ولی خب فعلا بهتره که فریب اینتل رو نخوریم، چون 24 اکتبر یعنی کمتر از دو هفته دیگه به صورت رسمی ریویوهای اصلیش و واقعیش میاد و اون موقع است که میشه فهمید چی واقعا بهتره چی واقعا بدتر. ولی خب ادعاهای اینتل امسال خیلی جالب بود. به گفته خود اینتل کور اولترا 9 285K یا همون 15900K خودمون نسبت به 14900K نسل قبل همونقدر FPS توی گیم رو میگیره، ولی به صورت اوریج 80 وات پاور یوزج کل سیستم رو کمتر میکنه و این مقدار مصرف کمتر باز نسبت به 14900K تا 58% و بیش از 40% توی برنامه‌های مختلفی که البته برنامه‌های مهمتری مثل سری های ادوبی جزء این لیست نیست، ولی خب همین برنامه ها باز اگه واقعی باشه خیلی خوبه. و جالب ترین اسکرینی هم که نشون داد اینه، یعنی کور اولترا 9 285K خودشون یعنی پرچمدار جدید خودشون رو با 7950X 3D مقایسه کردن و خودشون قبول کردن که پرچمدار جدیدشون یعنی 285K نسبت به 7950X 3D و البته 7800X 3D و در آینده سری 9000X 3D توی گیم خیلی جاها ضعیف تره. ولی خب این خط 7950X3D کشیده شده و توی جدول بغلی که در مورد یه جورای برنامه هاست نشون داده شده که 285K از 7950X3D که البته نسل قبل AMDه و همینطور یه CPUه یه جورای گیمینگه قوی تره. و بهترین چارتی که نشون دادن این بود که 285K یعنی پرچمدارشونو با 9950X یعنی پرچمدار جدید AMD مقایسه کردن و طبق مقایساتشون مثلا تو امتیاز پریمیر 6% بهتر از پرچمدار AMD بود. ولی خب یه چیزی بین این چارتا هست که میخوایم حرفای این ویدیو رو از اونجا شروع کنیم. امتیاز سینبنچ R24 285K یعنی پرچمدار جدید اینتل 21% بالاتر از 7950X3D که با یه درصدگیری از امتیاز واقعی 7950X3D میشه فهمید که امتیاز سینبنچ 24 این CPU بالای 2500 یعنی از 14900K 9950X و همینطور 3975WX Threadripper هم بالاتره. و خب این سوال پیش میاد که چرا وقتی اینقدر قدرت خام این CPU جدید اینتل بالاه پس توی گیما مثلا نسبت به 14900K یکی در میاد و همینطور از سری X3D AMD هم پایین تره؟ و جوابش یه جورایی توی آرکیتکچر جدیدیه که اینتل استفاده کرده. ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخوام یه چی در مورد نحوه نامگذاری جدید اینتل بهتون بگم. ما دیگه کور i9، کور i7، کور i5 نداریم. بای بای و کور اولترا 9، کور اولترا 7 و کور اولترا 5 داریم و اسم کامل این نسل کور اولترا سری 200 با اسم آرکیتکچر ارولیک. همینطور یه تفاوت خیلی بزرگ سر اسم گذاری سری های اینتل هم به وجود اومده. تو نسل 14 i9ش میشد 14900K و اینجا تو اولترا 9 به جای اینکه مثلا 290K یا 15900K داشته باشیم ما 285K داریم. i7 نسل قبل 14700K میشد و تو اولترا 7 این نسل میشه 265K. سر آخر جانشین 14600K هم میشه 245K. همین الان بگم که حالم از اسمگذاری جدید اینتل به هم میخوره، مخصوصا وقتی که فهمیدم اسم اولترا تیریشون قراره 205 بشه. فکر کنید دو نسل دیگه قراره CPU 405 داشته باشیم و علنا شما اولترا تیری 405 تون رو میتونید با یه کیز نکمدادی مثلا تلفیق کنید. اما بگذاریم آرکیتکچر. اولین چیز تو آرکیتکچر اینه که تعداد هسته های همه CPU های جدید اینتل شبیه سری های نسل 14 ولی تعداد رشته هاشون کمتره و دلیل این اتفاق به خاطر اینه که اینتل توی ارولیکش به کلی هایپر تریدینگ رو برداشته و به خاطر همین مثلا 14900K که 8 تا هسته پیکور داشت اینا میشدن 16 تا رشته مثلا و با 16 تا ایکورش که اونم میشد 16 رشته جمعا 32 رشته داشت. ولی اینجا به خاطر اینکه به کلی بخش سخت افزاری هایپر تریدینگ برداشته شده 8 تا پیکور همون 8 تا رشته میشن و با اون 16 تا ایکور که 16 تا رشته میشن جمعا میشه 24 رشته. دلیل این کارم قبلا توی ویدیوی دیگه توضیح دادم ولی کوتاه شدهش اینه که به خاطر اینکه هایپر تریدینگ به کلی فناوری بوده که توی شرایط خاص وقتی که پیکورا 100%شون استفاده میشدن کار میکرد و همینطور توی برنامه‌های جدیدتر استفاده از هایپر تریدینگ خیلی کم رنگ تر داشته میشده، اینتل به خاطر اینکه فضا میگرفته گذاشتن این هایپر تریدینگ داخل هسته های سی
CPU و همینطور یکم مصرف برق رو زیادتر می‌کرده. به خاطر ارجحیت مزیت به معایب این تیکر رو کلا از CPU خارج کرد. از اون گذشته تمام سریا فرکانس کمتری هم دارن، مثلا 285 300 مگاهرتز فرکانس بوست کمتری رو پی داره و 200 مگاهرتز بیشتر رو ای نسبت به 14900 کی داره. 265 کی 100 تا رو پی کمتر داره و 300 تا رو ای بیشتر داره و سر آخر 245 کی نسبت به 14600 کی باز 100 مگاهرتز کمتر رو پی داره و 600 مگاهرتز بیشتر رو ای داره. همینطور به گفته خودشون آی پی سی شون به صورت کلی 9% افزایش پیدا کرده که بعد از اومدن CPU میشه فهمید که واقعا چی جوریه. و خب دیگه نمیخوام وارد کش و اینطور چیزا بشم چون اونقدر فعلا مهم نیست و چیزای مهمتری وجود داره. و مهمترین چیزی که توی آرکیتکچر تغییر کرده و از پرفورمنس پایین توی گیمینگ تا آزاد شدن آپشنای جدیدتر برای اورکلاک توی بایوس به اون ربط داره، استفاده از مالتی تایل یا چند تکه شدن تراشه CPU. و خب برخلاف نسل 12 13 14 اینتل به قبل که ساختار تراشه حالت مونولیتیک یا یک پارچه داشته، اینجا توی 5 تا تیکه مختلف ساخته میشه و بعد در کنار همدیگه قرار داده میشه. و این ساختار و کلن این فناوری برای خود اینتل نیست، توسط TSMC ساخته شده و برای اولین بار در طول تاریخ که یکی از CPU های دسکتاپ اینتل رو TSMC میسازه نه خود اینتل. و خیلی جالبه که در حال حاضر TSMC تقریبا تولید کننده چیپ تمام شرکت های بزرگ مثل اپل، انویدیا، AMD و همین اینتل. اما این چند تکه بودن تراشه CPU مزیت و معایبی داره. از مزایاش اینه که قیمت رو کاهش میده و از معایبش هم اینه که قیمت رو باز افزایش میده. قیمت پایین ترش به خاطر اینه که وقتی هسته CPU یا کارت گرافیک مثلا کوچیکتر میشه، بازدش توی ویفر سیلیکون بیشتر میشه. مثلا این یه ویفر سیلیکونه که هنوز هسته های CPU یا کارت گرافیک مثلا روش ساخته نشدن و به صورت کاملا رندوم توی این ویفر سیلیکون موقع ساخت یه سری عیب و نقص توی یه سری نقاط به وجود میاد. و اگه یه تراشه تو اون قسمت که عیب و نقص داره وجود داشته باشه، اون تراشه هم خراب میشه. و اگه بخوایم از این ویفر سیلیکون یک تراشه در بیاریم، به خاطر اینکه این عیب و نقص تو اون تراشه وجود دارن، خب از 100% ویفر سیلیکون 100% تراشه‌هامون خراب میشه. اگه بخوایم 4 تا تراشه در بیاریم از این ویفر سیلیکون، به خاطر اینکه توی 3 تاشون عیب و نقص وجود داره، حالا 25% یا یکی از تراشه‌ها سالم در اومده. و اگه بخوایم حالا 100 تا تراشه از این ویفر در بیاریم، الان 97% تراشه‌ها سالم بودن. و اگه همینجوری ادامه پیدا کنه و هسته‌ها کوچیک‌تر بشه، درصد موفقیت سلامت تراشه‌ها میره بالاتر و این بازده ساختو بیشتر می‌کنه و سود بیشتری برای کمپانی داره. ولی از اون ور باعث شد که اینتل بیشتر هزینه کنه، چون اولین باره که یه همچین آرکیتکچری رو اینتل ساخته و تو بخش R&D یا همون تحقیق و پژوهش، خب بعد مثلا هزینه بیشتری بکنه. یه جورایی شاید هزینه‌اش برای اینتل یر به یر بشه. اما خب از این گذشته یه مزیت خیلی بزرگتر هم داره، اینکه سر اورکلاک هم بهتون قدرت مانور بیشتری میده و هم آپشن‌های خیلی بیشتری تو بایوس آزاد شده. اولیش اینه که باس 100 مگاهرتز برای تغییر فرکانس به 16.67 تغییر کرده. اگه شما تو مادربرد اینتلتون می‌خواستین یه فرکانس بالاتر از 5.5 بذارید، میشد 5.6 و دیگه بین این رو اجازه نداشتیم بذارید، چون 100 مگاهرتز بالاتر میرفت. ولی الان میتونید 16.60 16.67 هم برید بالا. اگه مثلا رو 5.5 سی پی یوتون ثابت بود ولی رو 5.6 اورکلاکش کرش می‌کرد، حالا میتونید یه عدد بین اینا هم بذارید و قدرت توان خیلی بیشتری از سی پی یوتون استخراج کنید. ولی قبل از اینکه بریم آپشن بعدی توی گزینه‌های اورکلاک رو ببینیم، بعد یکی از بزرگترین معایب توی چند تکی بودن تراشه رو بدونید. به گفته سایتای مثل تامز هاردور یا یه سری تک یوتیوبرای دیگه، دلیل پرفورمنس پایین توی گیمینگ که اول ویدیو داشتم در موردش صحبت می‌کردم، به خاطر به وجود اومدن تأخیر به خاطر همین چند تکی بودن تراشه است. تیکه آی او از خود هسته‌های سی پی یو جدا گذاشته شده و مموری کنترلر که یه قسمت خیلی مهم که رابطه بین سی پی یو و رمه، توی آی او گذاشته شده و راه ارتباط پیکورا و ایکورا با مموری کنترلر از توی قسمت پایینی یعنی بیس تایله. و خب این بیس تایل کلا مسیرش باعث میشه که تأخیر به وجود بیاد و این تأخیر احتمالاً در پرفورمنس گیمینگ رو کمتر میکنه. و این آپشن که توی قسمت اورکلاک ها اینتل داره در موردشون صحبت میکنه، در واقع یه چیزیه که مثل اورکلاک رابطه بین این دوتا قسمته. البته فقط این آپشن مختص این قسمت نیست و بقیه قسمت ها میشه اورکلاک کرد. و آخرین قسمت توی اورکلاک که میخوایم در موردش صحبت کنیم، به نظرم قابل بحث ترینشونه. زمانی که سی پی آی نسل 13 و 14 به مشکل خوردن، هر کسی اومد یه سری نظر داد که چرا این اتفاق افتاده. و یکی از بزرگترین احتمالاتی که این وسط وجود داشت اینه که ولتاژ بالا توی سی پی آی بالا رده اینتل
اینتل به رینگ باس و همینطور پیکور و ایکور مثلا صدمه میزنه. این رینگ باس رو الان گفتم بخشیه که بین پیکور و ایکور ارتباط ایجاد میکنه و خب توی سی پی آی بالا رده اینتل نسل 13 و 14 ولتاژ خیلی بالا بود و همینطور کلا اینتل فضا رو باز گذاشته بود که اینا بر خودشون اسپایک های سنگین بزنن و ولتاژ های مثلا 1 و 6 اینا مثلا دریافت کنه و این ولتاژ بالا به پیکور و ایکور و همینطور این رینگ باس میتونه صدمه بزنه و خب اگه پی و ایکور مثلا مشکلی براشون ایجاد میشد با خاموش کردن پی یا ایکور داخل بایوس میشد مشکل رو حل کرد، ولی این رینگ باس اگه به مشکل بخوره دیگه اصلا سی پی یو به صورت عادی کار نمیکنه. و حدس بزنید که این آپشن چیکار میکنه. در واقع یه بخشیه که بین مدار وی آر ام و بقیه قسمت های سی پی یو قرار میگیره و ولتاژ رو برای هر پی و هر دسته ای و همینطور رینگ باس احتمالاً کنترل میکنه. البته هنوز سی پی یو عرضه نشده و باید تا زمان عرضه منتظر وایسیم که بیاد و ببینیم واقعا این قسمت چجوری کار میکنه. اما خب یه تغییر خیلی اساسی توی جایگذاری پیکور و ایکورام توی هسته سی پی یو به وجود اومده. اگه توجه کنید ایکورا اومدن وسط پیکور و دلیل اصلیش هم به گفته خود اینتل اینه که اگه شما مثلا 14900 کی رو که همه پیکورا کنار هم دیگه بودن و ایکورا کنار هم دیگه رو بیارید، توی فول لود پیکورها دما از یه قسمت کوچکتر مثلا آزاد می‌شده، ولی الان که توی مثلا سری 200 ارولیک یکم از هم دیگه فاصله دارن، دما از یه قسمت بزرگتر و پخش‌تر آزاد میشه و راحت‌تر توی IHS پخش میشه. اما از آرکیتکچر یه جورایی خارج بشیم و بریم یه جایی که واقعا اینتل خیلی سرش داشته مانور میداده، اونم بخش برنامه ها و به کلی مدیاه و خب واقعا یه سری مزیت نسبت به 9950X داره. مثلا تو این چارت نشون داده شده که حدود 80% تو اکسپورت یا خروجی فایل H265 سریع تره یا 2.8 برابر توی تایملاین ویدیوی 8K H265 سریع تره. این اعداد به نظرم بزرگترین مزیت یعنی که 285K نسبت به همین 9950X داره، چون خب فرمت H265 در حال حاضر فرمت خیلی پر استفاده ایه و 2.8 برابر نرمتر شدن توی تایملاین برنامه واقعا اصلا شوخی نیست. همینطور فرمت جدید سونی یعنی XAVC-H رو هم به صورت سخت افزاری ساپورت میکنه، چیزی که تو AMD ها فعلا نیست و به خاطر همین 7.3 برابر توی شرایط استفاده تجربه نرمتری بهتون میده. و خب دیگه نمیخوام وارد دیتیل دیگه بشم که مثلا در مورد AI اینا صحبت کنم، فقط بگم که برای اولین باری که توی یه سری از CPU های دسکتاپ MPU وجود داره، ولی خب اون MPU اونقدر قوی نیست که جزو کوپایلوت پلاس پی سی بشه، فقط میتونه یه سری کارهای ساده AI رو انجام بده. اعداد و ارقام دیگه هم بذارید برای زمانی که عرضه میشه، چون الان اعدادی که تو این چیزا مینویسن اکثرا یا دروغ محض یا مثلا با یه سری روشن بودن آپشن ها قابل دستیابین، مثل همین APU که توی همه چارت های اینتل بوده و باید بیاد تست کنیم ببینیم واقعا با این آپشن بدون این آپشن چیکار میکنه. ولی در کنار همه این چیزا یه کاری رو حتما اینتل باید انجام میداد، باید سوکت 1851ش یعنی همین سوکت رو تا 2 یا 3 نسل دیگه ساپورت میکرد و اینو حتما توی سمینارش میگفت، ولی خب جالبه که اصلا در مورد این حرف نزد و خیلی الان دارن میگن که احتمالاً 1851 فقط یه نسل سی پی یو روش میاد. و خب این احمقانه ترین کار ممکنه، چون الان مثلا یه یوزری که گیمره میاد چارتای خود اینتل رو میبینه و میگه چرا اصلا من باید برم سمت یه نسل از سی پی یو و مادربرد که همین الان حرف برای گفتن نداره، میرم AM5 و AMD رو میگیرم که همین الان 7800X3D توش بهترینه، در آینده نزدیک هم که سری 9000X3D میاد باز ازش قوی تره. و یه جورایی اگه اوورکلاک توی سریای اینتل کار خاصی نتونه انجام بده که احتمالا هم کار خاصی نمیتونه انجام بده و بنچمارک ها تهش حتی اگه توی سری از تایتل ها مساوی هم در بیان، باز خیلی از گیمرها احتمالا کور اولترا 200 اینتل رو فقط اسکیپ میکنن که ببینن نسل بعد اینتل چطور میشه. حداقل اگه من فقط گیمر بودم حتما همین الان AMD رو انتخاب میکردم، چون خب همین الان توی گیم اونقدر خوب عمل نمی کنه و همینطور آینده سوکتشون هم اونقدر روشن نیست. و خب اگه اینطور بشه دیگه نمیدونم چه بلایی سر اینتلی که دو نسل قبلش اون داستانا وجود داشت و الان هم همچین داستانی وجود داره دیگه پیش میاد. پس کلا وضعیت اینتل توی این معرفی اینجوری بود که خب خیلی خوب بود که با مردم رو راست بود، ولی خب واقعا افزایش پرفورمنس توی مدیا و افزایش نیافتن توی گیمینگ چیزیه که احساس میکنم باعث میشه که حداقل گیمرها زیاد سمت نسل جدید اینتل نره و برای عرصه مدیا و برنامه ها هم بعد تا عرضه نهایی صبر کنیم تا ببینیم واقعا نتایج چی میگن. همین حرف و حدیثی اگه مونده تو کامنت ها بنویسید که بقیه متوجه بشن چیا جا مونده. البته من خیلی چیزا رو دیدم ولی جا انداختم چون خیلی هاشون خسته کننده بودن و خیلی هاشون هم نیاز داره که واقعا سی پی یو عرضه بشن تا واقعا تست بشه که ببینیم واقعا چند مرده حلاجن. پس تا زمان عرضه بدرود.